جهت مجالس جشن عروسی، عملیات سنگین پهلوانی همراه با نمایش میمون آفریقایی و نمایشات مار بوا و دیگر مارهای زهرآگین خطرناک توسط پهلوان سید ابو فاضل. امیدواریم ایشون با این تبحری که داره در دورهای بعد بتونه آقای احمدی نژاد رو از میدون بدر بکنه. به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. در رابطه با جلوگیری از سفر آقای خاتمی به ژاپن، یک مقام جمهوری اسلامی گفت ایشان از ایران ممنوع الخروج نبوده، بلکه علت شرکت نکردن ایشان در کنفرانس هیروشیما احتمالاً به این دلیل است که ایشان به ژاپن ممنوع الورود بوده است. هنوز مقامات ژاپنی در این مورد اظهار نظری نکردند. در مراسم خاکسپاری خانم نادره، اصلا این لحن خبری نداره، همینجوری دوستانه براتون بگم که در مراسم خاکسپاری خانم نادره مادر سینمای فارسی، تعداد نیروهای انتظامی و نفرات یکان ویژه بیش از تعداد قوم و خیشان آن عزیزه از دست رفته بودن. ایشون که در 86 سالگی از دنیا رفتن، به محض اینکه برده بودنشون بیمارستان، نیروهای انتظامی هم رفته بودن بیمارستان، احتمالاً چند تاشون هم بستری کرده بودن خودشون و این دور و ور ایشون، که وقتی فوت میکنن عده زیادی نذارن خبردار بشن. و در یکی از خبرها بود که نیروهای یکان ویژه لباس پلنگی به تن داشتن در مراسم خاکسپاری، حالا نه که سال پلنگم هست، همون لباسایی که هنگام سرکوب تظاهرات خیابانی مردم به تن داشتن، انگار هنوز تنشون در نیاورده بودن. خب اینا حمام که نمیگیرن، اگر هم خیلی اصرار داشته باشن با همون لباسه میپرن توی خزینه. یک مقام انتظامی گفت پاسداران و بسیجی های حاضر در مراسم اغلبشان با آن مرحوم قوم و کش بودند و برای خواندن فاتحه رفته بودند. در پاسخ این سوال که آیا خداوند باری تعالی فاتحه و الحمد این آدم کشای بد سیرت رو قبول میکنین، مقام مطلع گفت بله، خارج از نوبت هم قبول میفرماین خداوند باری تعالی. منم واقعا باور کردم و معتقدم که چنین هست. در رابطه با اعزام هیئت حقوق بشری از سازمان ملل برای بازدید از زندانهای جمهوری اسلامی، گفته می شود که اعضای این هیئت خواهان تضمینی کافی برای برگشتن از ایران هستند. به گزارش رسیده از نیویورک، چند تن از اعضای این هیئت فعلا فراری می باشند. توضیح داریم راجع به تابلویی که هفته پیش نشون دادیم که در یکی از پارک‌های تهران هست و منصوب به توماس ادیسون. هیچ چیز در جهان به اندازه عفت و عصمت زن را بالا نمیبرد، که بعضی از تماشاچیان اعتراض کردند که آقا توماس ادیسون مردی که لامپ رو اختراع کرده و اهل روشنی بوده، روشنیابی بوده و روشن فکری، او یه همچین حرفی نمیزنه که اصلا زن رو با مرد جدا بدونه و عفت و عصمت رو فقط برای زنها در نظر گرفته باشه. بنابراین من شک رو به شما منتقل میکنم، هیچ چیز در جهان به اندازه عفت و عصمت زن رو بالا نمیبرد. احتمالاً به غلط اینجا نوشته شده، مال توماس ادیسون، شاید این جمله از مخترع آسانسور باشه. در راستای برنامه‌های کنترل جمعیت که تقریبا همه کشورها دارند، آقای احمدی نژاد برعکس عمل کردند و چنان که اطلاع دارید زاد و ولد بیشتر رو تشویق کردند و حتی جایزه هم میدن به هر نوزادی که به دنیا بیاد، 1,000,000 تومان گفتند که خواهند داد. این هم نوعی کنترل جمعیت به سبک آقای احمدی نژاد هستش. احمدی گفتا که دارد جایزه تولید مثل، احمدی گفتا که دارد جایزه تولید مثل، ما قوانین را برای بچه شل خواهیم کرد، بعد جمعیت که از ما خواست حق زندگی، ما به شدت جمعیت را کنترل خواهیم کرد. کنترل جمعیت
به سبک احمدی نژاد. تا جمعه شب آینده شما رو به خودتون میسپارم. گفت از بحر تو فریاد رسی، نیست غیر از خودتو هیچ کسی. شاد و شیرین کام باشید با همه تلخی هایی که به هر حال هست.